برنا اندیشان تقدیم میکنند. سلام، من میخوام در مورد آموزش روانشناسی احسانگرا به صورت کامل صحبت کنم. این آموزش برای چه کسانی مفیده؟ دانشجویان رشته روانشناسی که به دنبال درک عمیق‌تر از این مکتب هستند، مکتب روانشناسی انسانگرا، روانشناسان، درمانگران و مشاوران که میخواهند دانش و مهارت خودشون رو در زمینه روانشناسی انسانگرا به روز نگه دارن، افرادی که به سلامت روان و رشد شخصی خودشون علاقه‌مندن و میخوان نگاه تازه‌ای به زندگی خودشون داشته باشن. این مکتب فکری در دهه 1950 و 1960 میلادی در واکنش به مکاتب غالب آن زمان یعنی روانکاوی و رفتارگرایی شکل گرفت. روانشناسان انسانگرا معتقد بودند که این مکاتب تصویری محدود و ناقص از انسان ارائه میکنند و به جنبه‌های مهمی همچون اراده آزاد، خلاقیت، معنای زندگی و میل به خودشکوفایی توجه کافی ندارند. خودآگاهی، انسان موجود خودآگاه است که از وجود خود و جایگاهش در جهان آگاه است. اراده آزاد، انسان صاحب اختیار سرنوشت خود است، صاحب اختیار سرنوشت خودش است و میتونه آزادانه انتخاب بکنه. خلاقیت، انسان موجودی خلاق است که توانایی خلق ایده‌های نو و حل مشکلات به شیوه جدید رو داره. نیاز به خودشکوفایی، انسان تمایل ذاتی به رشد و شکوفایی تمامی استعدادها و توانایی خودش هم داره. تجربه، انسان از طریق تجربه خودش در جهان یاد میگیره و رشد میکنه. ارزش انسانی، تمام انسان ها فارغ از نژاد، جنسیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر ارزشمند و لایق احترام هستند. روانشناسی انسانگرا در زمینهای مختلف از جمله روان درمانی، آموزش، مشاوره و مدیریت کاربرد داره. روان درمانی، در روان درمانی انسانگرا تمرکز بر کمک به افراد برای درک بهتر خودشونه، افزایش عزت نفس و رسیدن به حداکثر پتانسیل خودشون هم هست. آموزش، در آموزش انسانگرا هدف ایجاد فضای خلاق و حمایتی است که در آن دانش آموزان بتوانند آزادانه یاد بگیرن و رشد کنن. مشاوره، در مشاوره انسانگرا مشاور به افراد کمک میکنن تا چالش های زندگی خودشون رو درک کنن و راه حل های مناسب برای آنها پیدا کنن. مدیریت، در مدیریت انسانگرا مدیران در ایجاد محیطی کارآمد و حمایتی که در آن کارکنان احساس ارزشمندی و احترام کنن تمرکز میکنن. چهره های برجسته، از جمله چهره های برجسته که تو روانشناسی انسانگرا فعالیت بسیار بالای زیادی داشتن میتونیم به ابراهام مازلو، کارل راجرز، اریک فروم، ویکتور فرانکل و رولو می اشاره کرد. نقد ها، برخی از منتقدان روانشناسی انسانگرا را به دلیل تمرکز بیش از حد بر فرد و عدم توجه کافی به عوامل اجتماعی مورد نقد قرار دادند. همچنین برخی از روش های درمانی انسانگرا برخی از روش هایی که درمانی هستند و در روانشناسی انسانگرا مورد استفاده قرار می گیرند به دلیل فقدان شواهد علمی کافی مورد تردید هم قرار گرفتند. با وجود تمامی نقدها، روانشناسی انسانگرا دیدگاهی ارزشمند و کارآمد به ماهیت انسان ارائه داده. این مکتب فکری به ما یادآوری میکنه که انسان موجودی منحصر به فرد، خلاق و با توانایی ذاتی برای رشد و تعالی خودش داره تلاش میکنه. تو این آموزشم تو روانشناسی انسانگرا به صورت کاملا جامع و کاربردی بررسی میشه. شما عزیزان میتونید برای تهیه این آموزش به وبسایت برنامه‌نویسی مراجعه بفرمایید. با تشکر از توجه شما.